در سالهای اولیه که در دهه شست که من و نسل من سینما رو شروع کردیم غالبا تهیه کننده همون سرمایه گذار فیلم بود و فیلمساز که خودش سهیم در فیلم می شد خب در شرایط فعلی با بالا رفتن سرسامآور بودجه های فیلم کمتر تهیه کننده ای هست که خودش به طور کامل و یا بخش اعظم فیلمی رو سرمایه گذاری بکنه. این جدا شدن نقش تهیه کننده از سرمایه گذار طبیعتا با خودش یک محاسن و یک معایبی داره یعنی نقش تهیه کننده به نظر من یک نقش فرهنگیه صرفا یه نقش اجرایی و تولیدی نیست نقش تهیه کننده یک دانش، یک شناخت، یک سلیقه است که با انتخاب فیلمساز با انتخاب فیلمنامه به طرف ساخت یک محصولی میره که خودشم به عنوان بخشی از تعلقات خودش به لحاظ فرهنگی به لحاظ هنری در اون اثر میبینه اینکه که صرفا کسی که به عنوان تهیه کننده نقش اجرایی داشته باشه خب من فکر میکنم یه مجریه تر در تعریف سینمای امروزه که سرمایه از جای دیگه میاد یه مجریه تر هم همون کارو میتونه انجام بده سرمایه گذار با اعتماد به تهیه کننده و با اعتماد به اطلاعاتی که کارگردان از چگونگی ساخت فیلم تعهداتی که بابت زمانبندی فیلم ساختار فیلم که میتونه خودش تعیین کننده امکاناتی که نیاز داره جوری اطمینان پیدا میکنه که سرمایه خودش رو در بخشی از فیلم یا سهیم بشه یا همه فیلم رو داشته باشه ارتباط بین سرمایه گذار و تهیه کننده که معمولا اختلافاتشون حتما به کارگردان و از طریق اون به گروه هم منتقل میشه خب یک مشکل خیلی جدی سینمای امروزه ولی ما به عنوان فیلمساز چی کار میتونیم بکنیم؟